بریم با هم دیگه میریم یکی از خوشمزه ترین شیرینی های اسپانیایی رو امتحان بکنیم که بهش میگن چوروس. اینجا توی همه وعده هاشون تقریبا دارن، از عصرونه گرفته تا صبحونه و دیگه ناهار و هر موقع که بگی دیگه هست کنار غذاشو، یا دسره یا میتونه مامانی میان وعده خیلی خوشمزه باشه. بریم با هم دیگه ببینیم که یکی از خفن تریناشو توی بارسلونا پیدا کرد. دیگه داریم کم کم میرسیم بهش، همین دوره براس. اینجا دیگه کوچه هاش نسبت به باقی کوچه های مقدار تنگ تر و بافتش هم محلی تر. رسیدیم، همینجاست. بریم تو ببینیم چه خبره. پشت ویترین که یه سری شیرینی و خوراکی جذاب گذاشتن، داخلم باید بریم و سفارش بدیم چوروزی که میخوایم. اینم چوروزیه که روکش شکلات داره. دوستایی که داشتم اینجا بهم گفتن این چوروزیه یکی از بهترین های بارسلوناست. صاحب اینجا که الان قراره برامون چوروز درست بکنه یه آدمیه که کمدینه، استنداپ کمدی کار میکنه. اینجا هم داره الان تمرین میکنه واسه امشب که بتونه برسونه و این دیالوگا رو توی استنداپ کمدیش باید اجرا کنه. آبو بذاشتن جوش اومد، خمیرش هم الان بتونه نشوندم چجوری درست میشه. برای درست کردن خمیر چوروز آرد میریزن داخل این مخزنی که میبینین، روش هم نمک میپاشن، آب جوش اومده هم میریزن روش. همین ستا رو میگه داره، هیچ چیز دیگه ای بیشتر از این نداره. خوب قاطیش میکنه که خمیر بشه. هر 100 گرم از این چوروزا میشه نیم یورو. 100 گرمش هم در برابر 5 6 تا دونه چوروز میشه. یعنی برای یه صبونه یه نیم یورویی لازمه واسه چوروز، یه دونم واسه در واقعش گفت هات چاکلتاش که 2.5 یوروه حدوداً، میشه 3 یورو. با 3 یورو میشه یه هات چاکلت معروف اینجا رو داشت با چوروزشون. ببینیم به کجا رسید. خمیر رو بعد از اینکه آماده کردن اینجوری میذارن داخل این وسیله‌ای که میبینین برای فرم‌دهی. خشابه میره داخل این دستگاهه، بعد با این بهش مثلا میچرخونن و دیگه فرم میدن، یکی یکی در میاد و سرخش میکنن. الان براش مشتری اومد داره سفارششون آماده میکنه، با هم دیگه میبینیم چیکار میکنه. سرعت و تونتون اینجوری میارتشون رو پایین، این خمیرها رو فرم میده، بعد یکی یکی با دست بر میداره جدا میکنه، میندازه داخل روغن که بپزه و سرخ بشه. این همون روغن بادوم زمینی. سرخ میشن دیگه میان روی سطح روغن وای میسن، راحت میتونه اینجوری یه ذره جابجاشون کنه و بعدش هم که سرخ شدن کامل بیارتشون بیرون. وقتی که سرخ میشن دیگه حرارت زیر روغن رو خاموش میکنه تا دیگه درشون بیاد. الان آماده، بعدم میاد توی این ظرفه.
Más unos 60. 8 con 80. هم سفارش دادم با چوروز. معمولا من دیدم با قهوه میخورم، با نوشابه میخورم، با چای، با اکثر نوشیدنی هم میشه داشتش دیگه، با پرتقال و آب میوه اینا هم میشه. چون چوروزه توی خمیر شکر نداره، برای اینکه حالت شیرینی پیدا بکنه بعد اینکه میریزنش داخل یه پاکت بهش یه مقدار شکر اضافه میکنن و دیگه اون کسی که میخره یه ذره اینا رو جابجا میکنه، همشون شیرین میشن یکم. اینا هم گرفتن و رفتن برای صبحش. دیگه اومدیم بیرون که چوروزه رو امتحانش بکنیم. این چوروزه شکلاتیه که بعضی که درست میشه چوروز میکننش داخل سس شکلات داغ، بعد میذارن سرد میشه، روشو یه لایه شکلات میبنده که بهش میگن چوروزه شکلاتی. به به، من دنبال امتحان کردن اصیل ترین مدل چوروز بودم که چوروز با شکر، ولی میتونین توی مغازهای مختلف اینجا چوروزایی رو پیدا بکنین که داخل سس شکلات میکننش یا سس کارامل و شکلات سفید و خیلی چیزای دیگه. بریم سراغش که ببینیم چطوریه. جای همتونم خالی. به نظر من که خیلی خوشمزه بود، همین که داخل خمیر شکر نداشت و شیرینش نمیکرد زیاد عالی بود. دونه های شکر هم روش یه مقدار فقط طعم شیرینی ملایم بهش میدن و خیلی خوشمزه است. اومدین حتما امتحان کنید.